قسمت سوم گفتگوی ما و شما. آقای بایدی، تلویزیون جمهوری اسلامی مصاحبه ای را یا گفتگوی را دیروز پخش کرد، پیروز البته پخش کرد به اسم گفتگوی بی‌تعارف و یه جوری بازجویی بود با روح الله زن. در این مصاحبه مجری برنامه علی رضوانی به صورت یک لحن بازجو و با تحقیر به روح الله زن نگاه میکنه و صحبت میکنه و سوالات رو مطرح میکنه و حتی لبخندهایی میزنه که یه جورای تحقیرآمیز است. عده زیادی روح الله زن رو قهرمان بازجویی تلویزیونی عنوان کردن. از همونجوری که شما خبر دارید و میدونم شما اطلاع دارین، این مصاحبه معلوم بود که خیلی جا کات شده و ادیت شده بود. بالاخره شما که اصحاب رسانه هستین و خب منم که اندک تجربه دارم، معلوم بود که خیلی خیلی جا را مادن ادیت کردن. معلوم بود که با همه ادیت ها باز هم رولای زن حرف خودش رو زد و عقب ننشست از حداقل از موضعی که داشت. از جمله اون موازه چیزی بودش که در بهمن 96 اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی آنها را اغتشاشات نامید و روح الله زن آن را اعتراضات مردم نامید. دیمای 96 هدف جمهوری اسلامی از پخش تلویزیونی این بازجویی چه بود؟ واقعا آیا اون هدف به اون هدفش رسید؟ ببینید چند تا نکته داشت، حالا من دیدم نکات مختلفش رو دوستان توجه کردن. یه نکته رو به نظرم کسی دقت نکرد، رولازم توی جش میگه در بازجوهایی که در همین اتاق از من میشد، یعنی نشون میده که این آقای بازجو محل استقرارش هم در محل هم بازجوهای اطلاعات سپاه هست و این آقا عملا اجازه داره میده که روزی که قرار انتقام گرفته بشه از شکنجهگران و بازجوهایشون هم در لیست همونها باشه. خب جمهوری اسلامی که من اشاره کردم همه مفاهیم رو تغییر داده، متاسفانه مفهوم خبرنگار رو هم به ابتذال کشیده. این یک آدم بی‌رحم، شقی، بی اخلاق تحت عنوان خبرنگار میشینه و شاید تعمد داره این کارو بکنه، برای اینکه اینم یک نوع انتقام گیری از خبرنگاران مستقله، یعنی خراب کردن نام خبرنگار برای اینکه مردم کل اعتمادشون رو به خبرنگار و اصحاب رسانه از دست بدن. خب این نکات بود. حالا در مورد اغتشاشات صحبت روح الله زم، ولی ببینید یه نکته‌ای که به نظر من وجود داره اینه که روحیات علی خامنه‌ای به سازمان‌های زیردستش هم تسری پیدا کرده. این من وقتی میگم بیمار روانی قصد تحقیر و اهانت ندارم، بیماری چیزیه که شاید خودش هم مقصر نباشه، مقصر اونهایی هستن که یک بیمار رو بر رأس کشور میگذارن. خب این آدم ببینید همیشه سعی کرده، من اصطلاح رو به کار میبرم، میگم علاقه داره که انگشت تو چشم مردم بکنه، بگه من قدرت دارم هر کاری دلم میخواد بکنم. من حالا چند نمونهشو به شما میگم، حالا غیر از کارهایی که روزمره داره میکنه. سال 76 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در شرایطی که به دلیل در واقع حالا به حق یا ناحق هاشمی رفسنجانی به شدت در بین مردم منفور شده بود و سیاست‌های اقتصادی و سیاسیش، سرکوب‌هایی که داخل می‌شد، حملاتی که به سخنرانی‌ها می‌شد، به مراکز دانشگاهی می‌شد، سختگیری‌هایی که انجام می‌شد و تورم تا بعضی سال‌ها تا حدود 70%، تحریم‌های در واقع انزوای بین‌المللی، همه سفرهای اروپایی از ایران رفته بودند و هاشمی رفسنجانی به عنوان سمبل حکومت منفور مردم بود. من میگم اصلا این که حالا این منفوریت همش تقصیر خود رفسنجانی بود یا نه کاری ندارم، ولی واقعیت جامعه این بود. درست در روز دوم خرداد که انتخابات عملا رأی به خاتمی، مردم که بسیارشون خاتمی نمیشناختن، یک نوع لجاجت با حاکمیت و نمادهاش بود. مردم موقع تصور میکردن که ناطق نوری تداوم هاشمی رفسنجانیه و تداوم همون وضعیت حاکمیت، رفتن به خاتمی رای دادن. درست در روز دوم خرداد که مردم به لجاجت از حکومت بسیارشون به خاتمی رای دادن، خامنه‌ای میاد جلوی تلویزیون میسته میگه که هیچ کس برای من هاشمی رفسنجانی نمیشود. خب این مفهومش چیه؟ بعد همین آدم زمانی که رفسنجانی، یعنی یه هر چی بوده خاتمی هاشمی رفسنجانی بد یا خوب، با انتخابات دوم خرداد رفته کنار، دیگه هیچ اختیار اجرایی در کشور نداره. اگر فساد داشته قبل از این جمله خامنه‌ای داشته که میگه که هیچ کس برای من رفسنجانی نمیشود، اگر رفتار ذلیلانه اقتصادی سیاسی داشته، اگر نمیدونم لیبرال بوده، اگر نئولیبرال بوده، اگر هر چی بوده، تا همین دوم خرداد بوده. بعدش که رفته نشسته آدم تشریفاتی شد رئیس مجمع تشریف مصلحت، اون روزی که مردم ازش نفرت دارن میگه هیچ کس برای من هاشمی رفسنجانی نمیشه.
روزی که رفسنجانی با بعضی از موضع گیریاش یه مقدار در دل مردم محبوب شده، میاد در نماز میت اون تیکه‌ای که یه تعارف به حتی برای قاتل و چاقوکش هم میخونن رو حذف میکنه، برای اینکه نشون بده با حاجی مشکل داره. اللهم الا لا نعلم الا خیر. یعنی ببینید این آدم عادت داره بگه هر چی مردم میخوان من قدرت دارم علیهش عمل بکنم. نمونه‌های متعددم داریم. کش ندهید. یا همین اخیراً کدوم آدم ابلهی میاد در شرایطی که به خاطر دادگاه طبری صادق لاریجانی در اوج نفرت و بدنامی و ذلت هست بر ازش دفاع بکنه؟ این خامنه‌ای که میدونه با این دفاع نه لاریجانی در بین مردم تطهیر میشه، نه به محبوبیت لاریجانی اضافه میشه، بلکه به منفوریت خودش اضافه میشه، اما دلش میخواد بگه من قدرت دارم حتی خودم رو منفور بکنم. این آدم اینطوریه. چون با این همچین آدمی خب این تسری پیدا میکنه در زیر دستانش، یعنی صدا و سیماش هم یک جور رفتاری میکنه که بگه ما میتونیم کار بکنیم. یک آدم بی هویت فاسد الاخلاق بی اخلاق رو به عنوان خبرنگار میشونن، تحقیر میکنه، لبخندهای تحقیرآمیز میزنه و بازجویی میکنه. شما مگه بازجو کم داد که شأن خبرنگار انقدر میارید پایین؟ بعد طرف میشونن اونجا. خب این در واقع حالا یک پاسخ هم بوده کسانی که مدت میگفتن که در واقع در زمین با جمهوری اسلامی بازی میکنن که زم هم آدم اونهاست. من اصلا زم رو که از اول من گفتم آدم اونها نیست اگرچه انتقاداتی بهش داشتم، اما یک بازی که جمهوری اسلامی رو انداخته و این موضوع حداقل باعث شد که یه مقدار با چشم واسن نگاه کنیم، اینی که تلاش کنم بگن هر کس اپوزیسیونه آدم خود جمهوری اسلامی، یعنی چهره یک در واقع قدرت بلا منازعه‌ای از جمهوری اسلامی نشون بدن که تمام اپوزیسیون رو هم خریده. هر کس هم که از اپوزیسیون صحبت می‌کنه، یه عده‌ای که رفتن مزدور جمهوری اسلامی شدن که قبلا اپوزیسیون بودن مثل عطاءالله مهاجرانی به این قصه کمک می‌کنن. این به نظر من، ما امیدوارم شرایطی فراهم بشه که روح الله زم از این شرط نجات پیدا کنه. روح الله زم خدمت کرده، واقعا یک فضای جدید رسانه‌ای درست کرد. بسیاری از چیزهایی که امروز ما میدونیم اولش توسط افشا شد. امیدوارم نجات پیدا کنه. نکته دیگه این که ببینید بسیاری از این بازی‌ها برای اینکه از اون قصه اصلی ذهن رو منحرف کنن، اینها اگر روح الله زم فقط یک سری خبر دروغ منتشر کرده بود که ازش کینه نمی‌گرفتن، از خبرهای راستی که منتشر کرده و از درون حکومت هم قطعا در اختیار زم قرار گرفته، اما بازی‌های درون حکومتی و اینکه باندهای قدرت همشون به حدی قدرت دارن که نمیشه حذفشون کرد، فقط کسی رو که واسطه بود دارن قربانی میکنن و برای اینکه به دیگران. چون ببینید شرایط آینده کشور اینه که بسیاری از عناصر نظام به طرف اپوزیسیون خواهند رفت، یا اینکه کمک به اپوزیسیون خواهند کرد، اعتراض میرسونن، میخوان پیغام بدن که ببینید هر کسی حتی اگه از درون حاکمیت هم خبرش برسه ما میگیریم اعدامش میکنیم. این در واقع برای ترسوندن آیندگانه که بهشون میگم کور خوندن اینطور نیست. میفهم از اینکه این بحث رو شما مطرح کردیم، ولی سوالی که وجود میاد اینه که ما داریم کسایی رو میبینیم که در همین دادگاه جمهوری اسلامی به جرم خوردن مال مردم، به جرم گرفتن رشوه و رشوه‌های کلان میلیارد دلاری دارن محاکمه میشن و احتمالاً خیلی‌هاشون هم حتی به اعدام نرسن. ولی جمهوری اسلامی در همین دادگاه ما کسی رو میبینیم که به جرم شرابخوری اعدام شده. یعنی به نظر شما این احکام، این گذاشتن این احکام، گذاشتن این گونه برای یک نفر خب به اعدام، برای یک نفر شاید حتی زندانش هم به 10 سال هم نرسیده، با اینکه به نظر بعضی خیلی اون جرم اون آقایی که مال مردم رو خورده، رشوه‌های میلیاردی گرفته، بسیار شدیدتر از حداقل اون شرابخوره، چه برسه به آقای گلرزم که به قول خودشون مفسد فلرزه. به نظر شما چجوریه که اینجور احکامی رو جمهوری اسلامی تعیین میکنه برای بعضی از افراد؟ ببینید یک بخشش برمی گردم توضیح کلی که سازمان ها و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای هم مثل خودش تلاش میکنن زورگوییشون رو به رخ مردم بکشن، یکی. و دوم ارعابه، یعنی ببینید به هر نحوی سلطان سکه اگه اعدام میکنن و بعد میگن هیچ چیز سکه نداشت، اگر سلطان قیر اعدام میکنن و بعدش اتفاق نمیفته، اگر بعد از اعدام سلطان سکه قیمت سکه 5 برابر میشه، 4 برابر میشه و اتفاق خاصی در کشور نمیفته، و اگر یک نفر رو به جرم شرابخوری اعدام میکنن، این نوع ارعابه که بگن ما به هر بهانه‌ای میتونیم آدم بکشیم. این در واقع به خانواده‌ها پیام میدن که شما مواظب بچه‌هاتون باشید، اما بدونن که اینها اثر عکس داره. شما وقتی مردم میبینن که با بهانه و بی بهانه شما میکشید، اتفاقا ترس مردم میریزه. اینطوری نیست که مردم بترسن، شما جایی میتونید مردم بترسونید که بگید ایو اناس آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه. شما وقتی که زندگی عادی هم میکنی، 8 ماه حقوقت رو نمیدن، دخترت میره بیرون رو صورتش اسید میپاشن، پسرت میره کلاس قرآن بهش تجاوز میکنن، فردای خودت مشخص نیست،
به هر بهانه اعدامت میکنن، به هر بهانه زندان میکنن، از چی میخوای مردم بترسن؟ اتفاقا برخلاف حماقت مسئولان جمهوری اسلامی این کارها ترس رو میریزه، ولی هدف اونها ایجاد رعب و وحشت. ایران